نرگس هرخش همکارم از استانبول با ما به همراه شده. نرگس بیشتر بشنویم از تو. بازتاب رسانه‌ای همینطور واکنش مقام‌های ترکیه رو به انتشار خبر کشته شدن رئیس جمهور عبداللهیان و هیئت همراهش تا این لحظه. خب نخستین پیام رسمی از سوی دولت ترکیه را آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در نشست مشترک خبری خودش با همتای پاکستانیش در اسلام آباد داشت. در این نشست خبری او ابراز تسلیت و تأسف کرد از آنچی خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه این کشور بوده و گفت که ترکیه از همان لحظات نخست تمامی کمک هایی که مورد نیاز بوده برای ایران در عملیات جستجو را فراهم کرده بود و پس از این هم در کنار مردم ایران خواهد بود. در پس از او آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم پیام تسلیت خودش را در صفحه ایکس خودش منتشر کرد و گفت که بسیار ناراحت است از شنیدن خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش و گفت که در کنار مردم ایران در این وضعیت بسیار ناراحت کننده خواهد بود، در کنار اینکه پیشتر هم اعلام کرده بود که همه کمک ها و زمینه های همکاری با دولت ایران فراهم خواهد شد. اما در کنار این در رسانه‌های ترکیه از روز گذشته تا کنون میتونیم ببینیم که سرخط خبرها همین خبر سقوط هلیکوپتر آقای ابراهیم رئیسی بوده. امروز هم کل رسانه‌های ترکیه برنامه‌های ویژه درباره این سانحه داشتند و دارند و در حال حاضر به تمامی ابعاد این رویداد میپردازند. در برخی از رسانه‌های ترکیه ما داشتم نگاه کردم دیدم که حتی تحلیل هایی در مورد اینکه چه تأثیر میتونه کشته شدن ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه روی آینده دولت این کشور داشته باشد و برخی از رسانه ها هم در مورد چگونگی این رویداد سخن میگفتن و حتی این موضوع را هم مطرح میکردن که آیا ممکن است کشورهایی یا طرفهایی در این رویداد نقش داشته باشند یا خیر. برخی از تحلیلگران و استادان دانشگاه به این موضوع که ازشان سوال شده بود که آیا اسرائیل و یا آمریکا میتونن نقش داشته باشن در این رویداد، اینطوری پاسخ دادن که احتمالش بسیار دشوار است و سخت است که آنها نقشی در این رویداد داشته باشن. اما روی هم رفته در رسانه‌های اجتماعی این کشور هم کلمه ایران با یک هشتگی که میلیون‌ها بار همرسانی شده به ویژه در صفحه در شبکه ایکس تبدیل شده و در حال حاضر تحلیل‌های گوناگونی در این مورد و به ویژه در مورد کشته شدن آقای ابراهیم رئیسی میان مردم ترکیه انجام میشه و آنها تحلیل‌های خودشان را ارائه می‌کنند. نرگس، نقش پهپاد ترکیه‌ای در شناسایی و کشف محل سقوط به هلیکوپتر حامل رئیسی و هیئت همراهش هم بازتاب‌هایی داشته در ترکیه، چه میگن؟ خب ترکیه تمرکز اصلیش را گذاشته روی همین عملیاتی که انجام شد. تازه ترین خبری که هست وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که پهباد اکنجی با پس از عملیات موفقیت آمیزش و تشخیص محل سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی به ترکیه بازگشته و مقام‌های نظامی دولت ترکیه به این موضوع تاکید دارند که پهباد اکنجی اصلی ترین کار را در عملیات جستجو انجام داده با تشخیص محل سقوط و پس از آن هم دیدیم که هم رسانه های ایرانی و هم رسانه های ترکیه خبرهایی را مبنی بر اینکه این پهباد توانسته محل رویداد را مشخص بکنه داشته، اما خبرهایی هم در ایران منتشر شد مبنی بر اینکه نقش پهباد ترکی در عملیات جستجو هرچند مهم بوده اما مشخصا این پهباد محل را مشخص نکرده. اما روی هم رفته دولت ترکیه به این عملیات بسیار افتخار میکنه و در رسانه‌های ترکیه هم بسیار پوشش گسترده داشته. متشکرم از تو نرگس هرخش همکارم از استانبول همراه ما.